سلام دوستان، وقتتون بخیر. من طاهر سیفی هستم و به تازگی به کشور ترکیه برای زندگی مهاجرت کردم و میخوام تجربیات خودم رو با شما به اشتراک بذارم. خوشحال میشم کانال منو سابسکرایب کنید و زنگوله بغلش هم تپ کنید یا از ویدیوهای جدید من باخبر بشید. موضوعی که امروز میخوایم بهش بپردازیم موضوع پیدا کردن کار توی ترکیه هستش، که موضوع مهمه و باید حتما کسی که اینجا برای زندگی میاد یه کاری داشته باشه که منبع درآمد داشته باشه و بتونه زندگی خودش رو بچرخونه. اولین نکته این برای پیدا کردن کار اینه که شما باید حتما زبان ترکی بلد باشید، یعنی اینکه بتونید با کارفرما صحبت کنید، بتونید توی برنامه های کاریابی کار پیدا کنید، سواد خوندن و نوشتن ترکی رو بلد باشید تا به مشکل نخورید. در غیر این صورت 100% نمیتونید کار پیدا کنید، به مشکل برمیخورید، مشکل بزرگیه. من امروز چند تا از برنامه های کاریابی رو بهتون معرفی میکنم که توی دیسکریپشن هم اسمشون رو مینویسم تا بتونید دانلود کنید و بتونید داخلش کار پیدا کنید. اولین برنامه اسمش برنامه صاحب میدن هستش. من وارد برنامه میشم همینطور که در با شما دارم صحبت میکنم تا با هم یه دوری توش بزنیم و باهاش آشنا بشید. وارد برنامه صاحبینده میشم و اینجا جستجو میکنم. وقتی وارد برنامه صاحبینده بشید، وقتی برنامه صاحبینده بشید، اولین صفحه که میبینید این صفحه است. این بالا بخش جستجو یک کلیک میکنید و حرفه‌ای که توش تخصص دارید و میخواید در رابطه با اون حرفه جستجو کنید اینجا مینویسید. باید به ترکی بنویسید حتما. به فرض مثال من میخوام بنویسم اپراتور CNC. CNC اپراتور این بالا میاد برای من میزن. میبینید که 152 تا آگهی کار اومد برای من. حالا روی هر کدومش که کلیک کنم یه صفحه دیگه باز میشه نوشته آچکلاما. آچکلاما یعنی توضیحات. وارد بخش توضیحات میشیم، نوشته یه سری توضیحاتی رو اون کسی که این آگهی رو گذاشته برای شما نوشته که بخونید و طبق اون زنگ بزنید. یعنی اگه اون توضیحات براتون مقبول نبود زنگ نزنید. بعد اینجا محل اون کاره رو نوشته که این آگهی مربوط به شهر آنکاراست. یه پایین یه دونه دکمه آبی رنگ هست روش نوشته آرا به انگلیس به ترکی. روش کلیک کنید، شماره موبایل اون کسی که این آگهی رو گذاشته برای شما باز میشه تا باهاش تماس بگیرید و بتونید باهاش صحبت کنید و قرار بذارید. ما با این کاری نداریم. یه کار دیگر هم به شما جستجو کنم. به فرض مثال نجار، من میخوام نجار برای شما جستجو کنم برای بخش نجاری. نویسم ماران گوز نیلان نره. میبینید که 185 تا آگهی برای من آورد تو شهرهای مختلف. حالا اینجا یه بخشی یه موضوعی هستش. شما توی شهر استانبول زندگی میکنید و میخواید آگهی های مربوط به شهر استانبول براتون بیاره. پس روی فیلتر کلیک میکنید، آدرس که نوشته روش میزنید، ترکیه کشور بهمون شهر رو انتخاب میکنید، استانبول اولین گزینه انتخاب میکنید، تمام میزنید، تمام سونسلاوی گستر میزنید. آگهی 127 آگهی برای نجاری توی استانبول آوردش. شما میتونید هر کدومش که خواستید زنگ بزنید. فرض مثال من همینطوری شانسی یکی رو باز میکنم تو استانبول آواجیلار تو بخش اروپایی. یه سری توضیحات نوشته، کار ندارم با اونا. دوباره مثل قبلی شماره موبایل کسی که این آگهی رو گذاشته این پایین هست، میتونید بهش زنگ بزنید و کار رو پیدا کنید. این از برنامه صاحبینده بود. حالا من میخوام داخل اینترنت جستجو کنم. وارد گوگل کروم میشم، این بالا توی بخش جستجو مینویسم
ترزی هیش ایلان لاره، یعنی آگهی های کار مربوط به بخش خیاطی، مربوط به خیاطی. میبینید که یه سری وبسایت آورد برای ما. ما اینجا با دو تا وبسایت کار داریم، با سه تا، یکیش اینده، یکیش کاریر و یکیش المان هستش. الان من میرم توی سایت اینده، واردش میشم، میبینید یه تعداد آگهی برای من آورده، دوشمه ترزی و کسیم اوستالاره، یعنی خیاط بخش مبلمان، خیاط مبل میخوام، مایو ترزی، خیاط مثلا مایوهای استخر رو اینه میخوام، ترزی کسیمجی، برشکار خیاطی میخوام. توی شهرهای مختلف هست اینا، هر کدومشو که خواستید روش کلیک میکنید و میتونید با اون که این آگهی رو گذاشته در ارتباط باشید و باهاش صحبت کنید. سایت بعدی سایت کریر هستش، واردش میشم، اونم برای بخش خیاطی جستجو کرده بودیم اومده. میبینید که بازم یه تعداد آگهی آورده، روی هر کدومش که خواستید میتونید کلیک کنید و با اون طرف صحبت کنید، با اون کسی که این آگهی رو گذاشته. باشفور داره اینجا نوشته، یه دکمه بنفش رنگ هست نوشته باشفور. باشفوری که بزنید اسم و فامیلتون رو میخواد با آدرس ایمیلتون رو، بعد ارسال میکنید و وارد سایت میشید. بعد از پر کردن رزومتون ارسال میکنید به اون کسی که این آگهی رو گذاشته و اون کسی که این آگهی رو گذاشته بعد از مطالعه رزومه شما به هاتون تماس میگیره. یه خورده پیچیده و سخته این وبسایت ها، راحت ترینش همون نرم افزاریه که بهتون گفتم، برنامه صاحبینده هستش. اینم از این. توی ویدیوهای بعدی ما خیلی بیشتر در رابطه با پیدا کردن خونه و مسائل همچنین یا قیمت مواد اولیه، قیمت خوراکی، همه اینا ویدیو درست میکنیم، هزینه زندگی تو استانبول، در رابطه با همه اینا ویدیو خواهیم ساخت. یه نکته رو بگم برای پیدا کردن کار بهتون، حتما فراموش نکنید به هیچ عنوان به این سایت های کاریابی که توی اینستاگرام توی اینترنت هستن اعتماد نکنید، چون همش کلاهبرداریه و یه پولی ازتون میگیرن و سرتون کلا میذارن. اگر میخواید کار پیدا کنید خودتون باید زبان بلد باشید و با استفاده از این نرم افزارها و برنامه و سایت ها کار پیدا کنید. با امید دیدار، روز خوبی داشته باشید.